سلام برابکس یوتیوب سوهل اقتصادی هستم با امین براتون برنامه دقیقه با سوهل رو داریم امین بگو ببینم داستان چیه که خیلی از بچه ها میپرسن اینه که آقا ما یه پولی داریم کش زیر سر خودمون تو خونه نگه داریم یا نه تو بانک بذاریم باشه اوکیه نه کش رو فقط آدم های اقده ای و احمق نگه میدارن کی تو خونه شو کش نگه میداره کش واقعا نه به دردی میخوره نه نمیدونم خواهد چیکار کنی با کش مثلا ویدیو بگی تو ویدیو نشون میدیم مردم مثل اقده یا نه کش نگه ندارم کش به درد بخور نیست کسیفه. پول باید توی مثلا مثلا مثل اوکراین که جنگ شد مثلا پوتک الان یه نمونهشه که یه میلیون دلار تو بانک پول داشته و الان بانکش نمیده پول یعنی نمیتونه برداره خب ببین کلا که کش اشتباس یعنی مخصوصا ببین مثلا توی کانادا کشور سعی میکنه که تورم رو داره می میکنه نگه داره سالی دو درصد باشه برای همین تو داری میفهمی که پول داره چقدر بی... اوس میشه بعضی سالا حالا مثلا 1.5 درصد بعضی سالا 2.5 درصد حالا چند سال دقیق خیلی بد بوده و کاری نداریم ولی در کل داره ارزش پول نگا می داره من وقتی اومدم کانادا مثلا چه میدونم پولی که بود 6 دلار 7 دلار الان میارزه 15 دلار یعنی مثلا ارزش پول توی 25 سال 50 درصد اومده پایین قدرت خرید و این همه جای دنیا خب اتفاق میفته به خاطر اینکه دولت ها پول چاپ میکنن ولی یه سری کشورها هست که دیگه کسافت کاریه مثلا مثل مثلا حالا بخونی تو تاریخ مثلا مثلا ونزوئلا یا باکو من باکو نه کوبا تو کوبا و نمیدونم اینجور جاها بعضی موقع انقدر پول تند ارزش از دست میداده روزی دو بار پول بهشون میدادن مثلا تو تو اینجا دو هفته ای بار به پول میدن بری سر کار تو ایران نمیدونم ماهی یه بار هرچی که هست ولی توی مثلا اونجا روزی دو بار میدادن یعنی یارو رفته صبح کار میکرده 8 تا دوازده 12, 12 حقوقشو میگرفته میرفته باهاش خرید میکرده بعدش کار میکرده دوازده تا 4 4 داره حقوق میگرفته اون حقوقی که ساعت 4 میگرفته اندازه حقوق 12 ارزش نداشته چیز میز گرانتر شده بوده تو همون 4 ساعت ایران هم توی این خط داره میره جلو و کسایی که میگن نه ایران اینجوری نیست و ایران پول داره و اینا همون ونزوئلا پول داره یعنی ونزوئلا نفت داره ولی وقتی تحریمش کنه آمریکا زور بگه نمیذاره کسی نفش درست بخره و اینا همین بلایی که داره سر ایران میاد میاد میشه من الان شنیدم که مثلا تو ایران توی ال جی میری فقط یه نوع وجود داره دیگه مثلا قدیم نیست که مثلا آپشن داری و بخری خب این همین شروعشه دیگه مثلا الان توی کوبا که بری انگار 1970 چون 1970 آمریکا که کلید میکنه به کوبا از اون موقع هم دیگه درشو بسته ماشینا رو که می‌بینید ماشین 1970 خونه ها شبیه 1970 هیچ چیز جدیدی توش مثلا ماشین هوندا وجود نداره چون اون موقع هوندا نبوده یا مثلا هیوندای وجود نداره چون هیوندای نبوده بعد ایران هم الان داره همون میشه واسه همین پول مخصوصا توی ایران بی‌ارزش‌ترین چیزه یعنی من همیشه میگم میگم تو ایران خیلی منطقی آدم کلاهبرداری کنه چرا چون من میام به امین میگم امین بیا به من یه میلیارد دومن پول بده امین من یه میلیارد میده و من میمالم در امین بعد امین میفته دنبال من شیش ماه من که منو پیدا نمیکنه بعد شیش منو پیدا میکنه یه کاغذ بهم میده میریم دادگاه بعد کارشناس میاد و من یه جا پارتی بازی میکنم یه جا نمیم فلان میشه خلاصه به او یه سال و نیم دو سال من رو میدونم بعد دو سال دادم یارد دو دوزی یه میلیاردشو پس بده توی این دو سال دلار از 3000 شده 30000 تومان دلار دلار از 30000 تومان شده 55000 تومان یعنی چی یعنی پول 90 درصد رفته پایین یا اون توی یک مثال دوم 50 درصد رفته پایین در هر صورت من داد با همین یا با 500 میلیون پس بدم یا 100 میلیون پس بدم این فقط تو اگه کلا کنی خیلی هم اصلا بکن بگی از مردم بعد برو دادگاه به پولشون هم پس بده هنوز جلوی تو زندگی فقط کاری که با بکنی اون روزی که پول از یارو میگیری تبدیلش کنی به دلار به طلا به چیزی که ثابت باشه بعد اون یه میلیارد سال آینده یا شده 10 میلیارد یا شده 2 میلیارد. بعد پول یارو میری پس میدی خب پس پول اینجوری بی تو ایران بعد حالا یه داستان هست خیلی جالب من برام بود خیلی 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 جالب که مثلا بفهمی منطق پولو خیلی جالبه بس. من چون نمیتونستم بفهمم که منطقه پول چجوری واسه کی توضیح بدی این قشنگ تعینشه میگه فکر کن یه جا هستش هزار نفر توشه ده هزار نفر توش زندگی میکنن بعد یه هتل هم وجود داره که این هتل اجاره یه اتاق یه شب بخوای بخوابی اجارهش از 100 دلار بعد این هتل هم مال امینه هتل امینم این آفر رو داره که یه شب میخوابی توش اگه حال نکردی پولتو میتونی پس بگیری بری من میام 100 دلار میدم به امین میرم تو اتاقا میخوابم امین به قاسم بدهکاره کاره قاسم به حسین بده کاره حسین به محمد بدهکاره کاره همینجوری برو این ده هزار نفر سه هزار نفر هر چند نفر که دلت میخواد یه میلیون نفر همه به هم نفری صد دلار بده کاره خب امین میره صد دلارشو که از من گرفته رو پس میده

قاسم میده میره پس میده به حسین حسین میده به حسین محمد همه پولشون رو پس میدن پس میدن پس میدن پس میدن می تا نفر یه میلیون یه میلیونیوم کل این شهر هم صد میلیون بده کاری داشته دیگه نفر یه میلیونیوم دوباره به امین بده کار بوده میاد این صد دلار رو پس میده به امین میگه امین بده کاری که من به شما داشتم بفرما امین میگه دست درد نکنه من صبح از خواب بلند میشم میام که حال نکردم پولمو پس بده امین صد دلارمو میده و من میرم کسی که اینو بفهمه الان باید شورت تو پاش پارشه چون خیلی غیر عادیه. 100 میلیون دلار بدهکاری صاف شد اصلا دیدی میگن فلان کشور فلان قبه بدهکاره مثلا هیچ جا معنیشو میگن چی بگین بدهکاره یعنی فقط یه چیز فقط یه چیزی گفتنیه چون کشور یه جایی قدرتش به چیزایی که داره ماشینهایی که توشه وسایلی که توشه کارخونهایی که توشه زمینایی که توشه معدنایی که توشه اینا قدرت داره و اینا بدهکاری اصلا اهمیتی نداره عدد اصلا مهم نیست پول یه چیز اصلا واقعی نیست همین داستان ثابت میکنه که پول اصلا مسخره است یعنی تو با جابجا کردن تایم کردنش میتونی میلیون ها دلار رو اصلا غیب کنی و ظاهر کنی واسه همین پول دیوان بازیه به نظر من کسی بخواد نگه داره تو کشوری مثل کانادا که ثابته دیگه چه برسه به کشوری که میگی یک کاری با, با پول انجام بده یا باید باش کار بکنی یا باید تو ستاک مارکت بذاریش یا باید طلا بخری یا باید باش دیجیتال کارنسی بخری دیجیتال کارنسی هم فقط بیت کوین من هیچ چی دیگر رو قبول ندارم ایتریوم هم, هم من قبول ندارم من فکر میکنم تنها کوینی که میتونه بمونه با... چون نبودن صاحب مهمترین ب... کارت برنده بیت کوینه هیچ چیزی مهمتر نیستش که هیچ کی صاحب این نیست هیچ کسی نمیدونه یه صاحب دارن همشون یه صاحب دارن حتی با اینکه مثلا کد رو نوشتن که مثلا نتونی دست بزنی فلان و ولی باز کده اگه یارو بخواد یه روز درشو باز کنه میتونه درشو باز کنه نفره کسی که خود کد نوشته ولی بیت کوین صاحب نداره بی صاحب و خیلی قشنگ نوشته شده تا 75 سال دیگه رو بهش فکر کردن که چیکار بکنن و چقدر ریلیس بشه و چه جوری باشه تو بازی و فلان و بسال یه چیزیه که خیلی منطقیه حالا منو بگو یه نظر شخصی می دیگه یه روزی هم اشتباه گفتم ببخشید ولی اگه کسی میخواد پولشو بذاره جایی یا باید بره تو طلا یا آهن مهم بگیم با شورانه تره تا طلا بگم چون یکی میدونه نقره بخره که میدونه مس بخره خیلی موقع هستش که مثلا توی یه سال یه ها نقره دو برابر میشه طلا مثلا دو درصد نه بیست درصد نه 5 درصد میره خیلی بهتر بود اون سال نقره بخری ولی خب میخوای لانگ ترم بازی کنی من طلا رو ترجیح میدم چون فقط خوشگله فکر کنم نمیدونم چرا و اگه بخوای نقره بخری و خیلی بخری داشت طلا خوب تر ولی خب یه نفر بودجش کمتره کاملا میتونه با نقره بیفته تو بازی بعد آهنای گرون استاک مارکت که دیگه اگه کسی میگه من اینو دسترسی به ندارم معذرت میخوام دیگه به چپم به من مک تقسیم من نیستش که به من ولی استاک مارکت سر ایران نه سر مارکت که دیوونه بازیه نه 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 صرافی هست که بیت کوین می‌خری تو صرافی از صرافی بیت کوین رو می‌زنی تو ولت خود یا هر چیز دیگه خب با،, با با والد نگیمیشه میشه استاک خرید آیدن. نه استاک نمیتونی بخری چون حتی من که از کانادا میخواستم استاک بخرم بعد پاسپورت ایران میبردم آمریکا ام، اپرووم بکنه یعنی آمریکا تمام کسایی که خارج از آمریکا دارن استاکشون می میخرن میدونه کیان نمیذاره مثلا کشوری که نخواد باشه نمیذارن باشن واسه همین این خیلی جالبه که بدونی و در صورت آهنای گرون استاک مارکت بیت کوین همین آپشن داری یا باشه کاری بکنی که خودت میدونی یا آقا من مثلا میگم الان دارم تا جنس میارم انقدر میفروشم اگه این پول رو بیارم ستا جنس هم میتونم بکنم 6 تا متفا... جنس متفاوت درآمدم دو برابر میشه واسه این اون همیشه بیشترین برد اونجا داری که توی بیزنسی بتونی بذاری ولی بیزنسی که به تو پیدا بکنی که بتونی پول رو چند برابر کنی یا یه درصد خاصی هر ماه بره بالا ازش آسون نیست مهمترین معما و سخت معما اینه تونستی این کار رو بکنی بهترینش اینه که این کارو بکنی نتونستی این کارو بکنی این ستا دیگه راحت تره خیال راحت تره. تو وقتی طلا میگیری اصلا دیگه اصلا مهم نیست دلار رفت و رفت پایین چون کاملا وسنم به هم تو فقط می پول داره ثابت مونده در واقع باز خیلی تو ایران توهم من که پارسال انقدر طلا خریدم انقدر رفته بالا نرفته بالا همون مونده پول ایران رفته پایین تا فکر نکن پول لارتر شده و بری خرج کنی اگر بعضی موقع تو این فاصله ها یا قیمت ها وقت ندارن به نظر میاد که تو پول شدی مثلا همبرگر که 100 تومن بوده دیگه هم 100 تومنه ولی تو پولت مثلا دو برابر شده ولی اون همبرگره حالا شاید یه سال طول بکشه ولی نه مثلا دو سال دیگه بعدش میشه اون هم میشه 200 تومن یعنی مچ میشه دوباره با قیمت دو برابر میشه همونجوری که پول تو دو برابر شد مثلا همین پول تو که طلا بکنی ثابت میمونه توی 20 سال 30 سال سود خوب بهت میده ولی کار اینجوری که الان بکنی که سال دیگه چیز بشه مثلا من بیت کوین و طلا واسه اینه که وقتی 65 سالم شد بفروشمشون تو اینوستمنت آیندمه یا سهیل پیر استاک مارکت و چیز دیگه ام الان میشم باشون بازی میکنم بعضی موقع ولی فهمیدم که بازی کردن با استاک اشتباهه فقط باید بخری بذاری اونجوری که باورداری بمونه و برن بالا کمپانی قوی و ساپورت بکنی چیزی که تو باورداری مثلا اپل مثلا یا مثلا کوکاکولا کمپانی که خیلی قوی و مطمئن و مکتال و اینا که میدونی اینا واقعا قراره باشن اینا رو کسی از پا نمیتونه در بیاره فعلا میشه پارتشون بشه دمتون گرم روز خوبی داشته باشین چاکس